خب سلام بچه ها، یکی یکی بچه ها دارن وارد میشن. ما این مسئله ای که حل کردیم اگه کسی اشکال داره بپرسه، بعد اینو اگه اشکال دارید توضیح بدم، چیزی هست که باید توضیح بدم بپرسید، اگه نیست من پاک کنم بریم ادامه درسمون. بیست و شش کامل. بله، ببینید سوال 26، شما اگه مقایسه کنید مثلا با سوال 24 و 25، 26 یک گام جلوتره. یعنی منم خودم سعی کردم مسئله ها رو طوری بیارم که در واقع گام به گام مطلب رو بگیریم. سوال های ساده تر رو اول مطلب رو بردم، سوال هایی که یه ذره سخت‌ترن بعدش رو بردم تو مراحل بعدی. این هم مال کنکور 99. بچه ها میدونید که سر کنکور بیس مطلب از کتابه، ولی خب ممکنه یکم به نظر ریاضی، به نظر مفهومی سخت‌تر بشه و نیاز باشه شما تسلط کاملتری پیدا کرده باشید. البته چیزی خارج از کتاب معمولا تو کنکور و امتحانات پایان سال نمیاد، ولی خب ممکن همون مطالب کتاب رو از شما مفهومی تر بخوام. خب ببین، سوالمون گفته دو تا کره فلزی مشابه داریم، بارهاشون Q1 و Q2. Q1 مثبته و Q2 منفیه. چرا؟ چون گفته ناهمنام. وقتی گفته ناهمنام و تأکید کرده که Q1 مثبته، خب خود به خود Q2 منفی میشه. فاصله هم داده 60 سانتی متر. بعد گفته در این حالت نیرو 9 دهم نیوتن. این من دارم صورت مسئله رو میخونم. نیرو 9 دهم. وقتی تماس بدیم نیروی بینشون میشه 1.6 دهم. فاصله هم باز همونه. خب چون ما هر دو تا بارمون مجهوله، هر دو تا بار مجهوله و در حالت اول تازه بارها مساوی نیستن، در حالت دوم بارها مجهولن ولی مساوی هم، پس یه مجهول داریم. یعنی ما در واقع رابطه قانون کلان رو برای حالت دوم که بنویسیم فقط یه مجهول داریم، هم کیو پریمه. ببینید اینجا نوشتم 1.6، یعنی همون اف مساوی کار کیو یک کیو دو و آر دو. 1.6 به جای اف گذاشتم، اف پریم حالت دوم. از قانون 90 رفتم، کار 90 گذاشتم، فاصله هم 60 سانتی متر به توان 2600. خب ساده کردیم، 40 با در واقع 3600 با 90 میشه 1، یکی میشه 40. بعد طرف مستن کردیم، این صفره با این اعشار رفته شده 4 تا 16 تا 64 تا. کیو پریم به دست اومد. ببینید ما تو قانون کلون چی به دست میاریم؟ بزرگی بار. علامتش رو بعد میان با توجه به صورت مسئله، با توجه به نوع نیرو، جاذبه یا دافعه مشخص میکنه. خب پس بزرگی بار در حالت دوم شده 8، یا 8 یا مثبت 8 یا منفی 8 دیگه، یعنی 8 یا مثبت 8 یا منفی 8. خب چون مسئله اینجا به ما گفته بار بزرگتر منفیه، وقتی اینا رو تماس میدیم خب بار خالصی که میمونه منفیه، بنابراین بار منفی بین اینا تقسیم میشه، پس هر دو منفی هم. بنابراین من میتونم بگم که کیو پریم ها منفی هم. پس این هشتی که اینجا به دست بردم، مقدارش هشت به دست بردم، تو این رابطه منفی هشت میذارم. بعد کیو دو من آی کیو یک هم که اختلاف بار هاست، اینو میتونیم تو قدر مطلق هم بذاریم. البته اینجا تو قدر مطلق اگه بذاریم اشکال نداره، ولی بعدش اینجا که میدونیم دیگه مثلا کدوم بزرگتره کدوم کوچیکتره، میتونیم منفی بذاریم دیگه. اینجا بدون قدر مطلق با علامت میذاریم. خب اینجا مگه نظری مشکلی نداره البته. خب حالا ما فهمیدیم که اختلاف بارها منفی 16، بعد یعنی در واقع آره این اختلاف بار هست. حاصل ضرب بارها رو اومدیم از حالت اول به دست آوردیم. یعنی چی؟ یعنی اومدیم با توجه به که نیرو رو داشتیم 9 دهم، فاصله هم داشتیم، کاه هم که داریم
90 رو باز با 3600 ساده کردیم یک چه بگم 40 ضرب در 9 دهم میشه 36، یعنی حاصل ضرب بارها شد 36. الان ما دو تا بار داریم، حاصل ضربشون 36ه، البته حاصل ضرب مقدارهاشون، چون ما خودمون میدونیم که یکی از اینا منفیه، ولی ما در قانون کلان دیگه مثبت منفی نمیذاریم. حاصل ضرب بارها شد 36، حاصل جمعشون هم در واقع اختلافشون شد منفی 16 یا 16، حالا اگه مثبت منفی بذاریم. بنابراین یکی میشه منفی 18، یکی 2. منفی 18 و 2 میشه. حالا ما از ما بار کیو یک خواسته، بار کوچیکتر خواسته که میشه 2. خب اینجا که ما میکروفون روشنه، خانم ساله تش دوربینم روشنه، بنابراین اگر تصویر ندارین از گوشی خودتون باید چک کنید. خانم ساله بفرما در خدمت. استاد ببخشید صدام میاد؟ بله بله بفرما. استاد ببخشید این که گفتید ما علامت ها رو نمیذاریم، ولی آخر با توجه به اینکه حالا حسابش میکنیم علامتش به دست بیاد، بعد الان ما اینجا مثبت منفی 8 به دست آوردیم. آره. ممکنه یه تستی به بعد داخل تستا فقط از ما عددو میخواد یا با علامت عددو از ما میخواد؟ در تستا اگر هم علامت بخواد یه شرایطی به شما میده که بدون نیرو جاذبه است، دافرس با توجه به اون انتخاب کنید. یعنی این نیست که شما مثلا بخواید بدون اطلاعات مسئله انتخاب کنید. اگر از شما مثلا داخل گزینه‌ها اگر یه 2 داد و یه منفی 2، خب حتما باید یه اطلاعاتی به شما بده که شما دوره انتخاب کنید. اگه ما الان اینجا داخل این سواله گزینه‌اش منفی 2 هم داشت، خب ما که انتخاب نمی‌کردیم، چون ما می‌دونستیم که بار کوچیک منفیه مثبت باشه. مثلا به ما گفته که کیو 1 مثبته، کیو 2 هم از کیو 1 مقدارش بزرگتره، قدر مطلقش بزرگتره، پس ما باید مثبت انتخاب می‌کردیم. یعنی حتما یه چنین اطلاعاتی به ما میده. ممنونم استاد. خانم آلوخو بهش بفرمایید. سلام استاد، خسته نباشید. سلامو دارید؟ بفرمایید. بله دارم شما. استاد ببینید الان این مسئله هست، خب یعنی من همه جاشو فهمیدم، ولی هست وقتی میخوایم مثلا شکل رو بکشیم، مثلا مثبت منفی بخش شده منفی منفی، من واقعا توی کلا تو مسئله های قبلی، یعنی نه فقط این مسئله، مثلا اشکال دارن چیزی، مثلا بخواهم اینجا مثبت بذاریم اینجا من مسئله رو بخونی. الان من که کلی نمیتونم یه قاعده کلی برای همش بگم، ولی مثلا مسئله قبلی که مثبت 5 کیو بود و مثبت کیو، خب معلوم بود که هر دو مثبتن، بعد از تماس هم مثبت میشه. بله خودش هر مسئله شرایط خودش داره. این مسئله گفته ناهمنا، صورت مسئله رو بخونی گفته ناهمنا، پس یکی مثبت یکی. خب یعنی بله خودش گفته کیو 1 مثبت، کیو 2 منفیه، و ضمناً گفته مقدار کیو 2 از کیو 1 بیشتره. خب وقتی مقدار بیشتره، یعنی مثلا فرض کنید اگه این مثبت 10 باشه، حالا من کار به عددهای مسئله ندارم، این منفی 30ه، خب شما اینا رو با هم دیگه جمع کنید میشه منفی 20. خب این منفی 20 بین اینا تقسیم میشه، بنابراین هر دو منفی هم. اصلا بار خالص باقی مانده بعد از تماس منفیه. چرا؟ چون بار بزرگتره منفی بود، وقتی جمع جبری کردیم بار در واقع خالصی که باقی مون منفی منفی شد، پس بین دوتاشون تقسیم میشه، یعنی دوتاشون منفی هم. یعنی حالا اگر بار بزرگ مثبت بود بله دوتا مثبت رو تقسیم میکردیم. بله قطعا همینطور. آها مرسی. خواهش میکنم خانم عسکری بفرمایید. سلام. سلام دخترم بفرمایید. صداتون خوبه. ببخشید اینجا کیو 2 منهای کیو 1 که شده منفی 16، اگر کیو 2 منفی 18 باشه و کیو 1 2، اینجوری که میشه منفی 20. گفتم قدر مطلق میذاریم، این که کیو 1 یعنی باید قدر مطلقش رو حساب کنیم. آره قدر مطلقش. بعد الان اینجا اگه بخوایم مثلا، چون من اول علامت نذاشته بودم که کیو 2 منهای کیو 1، شما کیو 1 منهای کیو 2 هم بنویسید اشکال نداره، اصلش قدر مطلق مقدارش میشه 16. درست. آها ممنون. خواهش می‌کنم. خب بریم سراغ ادامه سوال 27. من سریع اینو پاک کنم.
خب سوال 27 گفته دو گوی رسانای مشابه و کوچک با بارهای Q1 و Q2 همنام. ببینید مسئله تاکید کرده گفته همنام در فاصله R از هم قرار دارن و نیروی الکتریکی F1 بر هم وارد میکنن. اگر آنها را تماس داده و در همان فاصله قبلی قرار دهیم اندازه نیروی بین آنها F2 میشود. کدام رابطه بین Q1 Q2 اینجا Q1 Q2 افتاده بین Q1 و Q2 برقرار است؟ خودتون بذارید بعد از بین ببخشید بین F1 و F2 بین F1 و F2 برقرار است. کدام رابطه بین F1 و F2 برقرار است؟ خب F1 با F2 مساویه یا F1 بزرگتر یا F2 یا کلا نمیتونیم اعلام نظر کنیم. گزینه 1. خب من اول شما رو یه راهنمایی کنم. برگردیم بچه ها صفحه 9، نکته پایین صفحه 9 رو بخونید. این برمیگرده به نکته پایین صفحه 9، البته و درس امروز هم. درس امروز و نکته پایین صفحه 9. ببینم حالا نظرتون عوض میشه در مورد گزینه 1 یا نه. خب ببینید سوال چی گفته؟ تو پرانتز آخرش گفته Q2 با Q1 برابر نیست، یعنی بارهای اولیه برابر نیست. درست شد؟ مثلا حالا من دیگه شکل نمی کشم، فقط می نویسم F1 کا Q1 Q2 و R2. درست شد؟ F2 کا Q1 پریم یا همون Q پریم دیگه، چون با هم برابر میشن. R2 فاصله تغییر نکرده. خب ببینید الان نظرتون داره عوض میشه، خیلی خوبه، یعنی دارین تحلیل میکنید، هیچ اشکال نداره. اول شما بگی 1، بعد برگرد بگی نه حالا 2 درسته یا 4 درسته، مهم اینه که مسئله رو برای خودتون تحلیل کنید. خب حالا الان اینجا اولا فاصله تغییر نکرده، گفته همون فاصله قبلی، کان که ثابته. پس F بچه ها فقط به Q1 در Q2 بستگی داره، یعنی اینجا اگر Q1 Q2 و Q' در Q' با هم مقایسه کنیم بدونیم کدوم بزرگتره، اون وقت میتونیم رابطه بین F ها رو بگیم. درست شد؟ الان ما گفتیم که وقتی کره ها رو با هم تماس میدیم بارها با هم دیگه مساوی میشه. درست شد؟ بارها با هم دیگه مساوی میشه. من بنویسم توضیحشو اینجا. ببینید چون دو کره مشابه هستند وقتی بارها را وقتی آنها را با هم تماس میدهیم بارهایشان مساوی می شود، بنابراین Q' ضرب در Q' بیشتر از Q1 در Q2. قبول داریم؟ چون ما دوتا بارمون هم نامند، یعنی چیزی از مجموع بارها کم نمیشه. ما تو نکته صفحه 9 گفتیم که اگر بارها مجموعشون ثابت باشه حاصل ضربشون وقتی ماکسیموم میشه که بارها با هم برابر باشن، یعنی همین. خب اینجا هر دو مثبت، بنابراین مجموع بارها وقتی تماس میدیم تغییر نمیکنه، همدیگه رو خنسا نمیکنن. بنابراین اینجا مثلا فرض کنید یکی 4 باشه، مثال زدیم دیگه قبلا، فرض کنید این 4ه این 8ه، حاصل ضربش میشه چند؟ میشه 32. وقتی با هم تماس میدیم این میشه 12 تقسیم بر 2 دیگه، این میشه 6، این هم میشه 6. 6 ضرب در 6 میشه چقدر؟ 36. یعنی F2 از F1 بیشتر میشه، در واقع F2 ماکسیموم میشه.
ماکسیموم یعنی بیشتری میشه. پس وقتی اینطوره، بنابراین F2 بیشتر از F1. پس هم نقطه صفحه نو رو باید داشته باشیم، همین نقطه که وقتی با هم تماس میدیم بارها مساوی میشن، وقتی مساوی شدن حاصل ضربشون نسبت به همه حالتهای دیگه بیشتر. خب فکر کنم متوجه شدیم دیگه. حالا اگه بازم نکته ای هست بگین، اگه نیست بریم سوال بعدی. خب بریم سوال بعدی. احسنت خانم اندی. سوال 28. دو گلوله فلزی کوچک و مشابه که دارای بار الکتریکی می باشند از فاصله 30 سانتی متری نیروی جاذبه 4 نیوتن بر یکدیگر وارد می کنند. یعنی چی؟ یعنی باراشون ناهمنامه. گفته جاذبه دیگه، وقتی میگه جاذبه یعنی ناهمنامه. این دو گلوله رو با هم تماس، اگر این دو گلوله رو با هم تماس دهیم بار الکتریکی هر کدام مثبت 3 میکروکولون می شود. یعنی کیوپریمامون مثبت 3. بار اولیه گلوله ها بر حسب میکروکولون کدام است؟ بازم تقریبا مثل مسئله 26. حالا شاید این یه ذره نمیدونم این تفاوت کوچولو داشته باشه که بارها رو خودش داده. خب ببینید، پس الان حالا شکلم اگه رسم نکنیم مهم نیست، چون ما میدونیم که اول یکی مثبته یکی منفیه. ولی بچه ها کدومش بزرگتره؟ اول که یکی مثبته یکی منفی، مثبته بزرگتره یا منفیه؟ خب بعضی گزینه رو مشخص کردن، گزینه دو. گزینه دو درسته، گزینه دو، ولی حالا ما باید حلش کنیم. بله مثبت بزرگتره. چرا بزرگتره؟ به خاطر اینکه بار باقی مانده مثبت 3 شده، بار خالص که تقسیم شده مثبت شده، بنابراین از هم اول مثبت بزرگتره. خب الان ما میتونیم فرض کنیم که مثلا این مثبت، این منفی، کیو یک کیو دو، حالا فرق نمی کنه کدوم یک بذاریم کدوم دو بذاریم، اینا وقتی با هم دیگه تماس پیدا می کنن هر دو مثبت میشن. بعد این میشه کیو پریم، این هم کیو پریم. کیو پریم هم برابر چقدر؟ مثبت، اینجا بنویسم مثبت 3. درست شد؟ خب حالا فاصله 30 سانتی متر نیروی جاذبه 4 نیوتن. پس میتونیم یه رابطه بین کیو 1 کیو 2 پیدا کنیم، یعنی حاصل ضرب رو پیدا کنیم. 30 سانتی متر باز بنویسیم F مساوی K کیو 1 کیو 2 به R2. خب F ما 4 نیوتن، فاصله 30 سانتی متر، اینو 90 می‌ذاریم، کیو 1 کیو 2 30 سانتی متر به توان 2 میشه 900. باز ساده میشه 1 10. کیو 1 در کیو 2 میشه چقدر؟ میشه 40. 10 ضرب 4. باز ببینید بچه ها، ما حاصل ضرب بزرگی ها رو به دست آوردیم. بنابراین یکیش در واقع منفی، یکی مثبته، ولی حاصل ضرب بزرگی هاشون شده 40. بله درسته. فاصله بعدی نه، ببین گفته اگر این دو گلوله رو با هم تماس دهیم بار الکتریکی هر کدوم مثبت 3 میکروکولون میشه. بار هم نه، فاصله رو اصلا تغییر نداده،
فاصله رو تغییر نده. تماس میتونه با یه سیم باشه البته، ولی خب اگه دقیق تر میگفت که جا به جا نشدن یا مثلا فاصله تغییر نکرده بهتر. خب الان اینجا کیو پریم میشه در واقع کیو یک منهای کیو دو تقسیم. الان ما کیو یک رو مثبت گرفتیم چون مثبت مونده بزرگتره رو، تقسیم بر دو. خب الان دیگه اینجا ما این در واقع اینا قدر مطلق بارن، پس این شد مثبت 3 برابر کیو یک منهای کیو دو میشه 6. خب حالا که فهمیدیم حاصل ضرب میشه 40، حاصل ضرب قدر مطلقه هاشون یعنی اینطوری حاصل ضرب قدر مطلقه میشه 40 یعنی 4 و 10، اختلافشون هم شده 6 البته چون اختلاف شده 6. میتونیم هم اینجا ببین ما اینجا قدر مطلقه رو گذاشتیم رو اینا با توجه به گزینه ها، گزینه ها رو خود سوال مثلا طوری داده که شما دیگه نیاز به تاکید رو قدر مطلق یا علامت نداشته باشید. یعنی شما اگه اینجا مثلا مثبت بذارید بعد بگید خب یکی از اینا منفی بوده جمع جبری شده 6. اگرم فرض کنید که دیگه حالا من منفی رو که اینجا گذاشتم یعنی قدر مطلق کیو دو و کیو یک، بنابراین میشه گزینه 2، یعنی یکیشون منفی 10 مثلا الان، یکیشون ببخشید منفی 4، یکیشون هم مثبت 10. کیو دو مثبت 10، کیو دو منفی 4 چون بزرگه مثبته که مثبت باقی مونده، بنابراین خب ما تا الان بچه ها هر چی گفتیم همش نیرو بین دوتا بار بود، دوتا گلوله بود، درصدشون کم میشد، بارشون کم میشد، تماس میدادیم. الان میخوام از این به بعد بریم سراغ مسئله هایی که سه تا گلوله یا چهارتایی باشن، مثلث مثلا سه تا بار رو رأساش باشه، مربع باشه، یا سه تا بار یا چهار تا بار رو یه خط باشن، اینا رو میخوایم بحث کنیم. در واقع رسیدیم به اصل برهمنهی نیروهای الکتروستاتیکی. البته همون الکتریکی هم بگیم اشکال نداره، چون ما بحثمون نیرو الکتریکی در حالت سکونه. بله درست، این هم یه حرفیه، میگه که اگه ما تست حل میکنیم میخوایم زمان رو از دست ندیم، همین که حاصل ضرب به دست آوردیم دیگه نمیخواد اینو بنویسیم، گزینش معلوم میشه. کاملا درسته، من دیگه کامل نوشتم به خاطری که راه حلمون ممکن تشریحی از شما بخوام سر امتحان، شما چون امتحان تشریحی هم آخر سال دارید، بنابراین لازمه که کامل بنویسیم. و قطعا شما که نکته تستی رو میدونید خیلی خوبه که سریعتر به جواب گزینه برسید. اصل برهمنه نیروهای الکتروستاتیکی یا نیروهای الکتریکی، اگر دستگاه شامل چند ذره باردار داشته باشیم، دارم از رو جزه میخونم، نیروی الکتریکی وارد بر هر ذره برایند نیروهای الکتریکی است که هر یک از ذرات در غیاب ذرات دیگر بر آن وارد میکنند. خب تو این شکله نگاه کنید، تو این شکله رو اینجا بکشم، ما یه بار کیو صفر داریم، و این کیو صفر ما مثبت کنار شکل نوشتیم، توجه کنید که در این شکل کیو چهار منفی و بقیه بارها مثبت، پس بقیه رو مثبت فرض کنیم. چرا بار مثبت منفیشو باید مشخص کنیم؟ به خاطر اینکه باید بدونیم نیرو در واقع جاذبه است یا دافه. خب جمله آخر گفته نیروهای الکتریکی برایند
درسته؟ در واقع نیروی الکتریکی وارد برای هر ذره برایند نیروهایی که هر یک از ذرات به تنهایی وارد میکنن. یعنی الان معنیشو الان میگم. ببینید من Q1 رو فرض کنیم Q1 رو شکلتون نگاه کنید، این Q1. خب الان فرض کنید همین دوتا رو داریم. منظور جمله آخر خانم اکرامی اینه که شما وقتی میخواید Q1 رو بر همکنش Q1 و Q0 رو رسم کنید، نیروها رو رسم کنی، اصلا کاری به بقیه نداشته باش، فرض کن بقیه نیستن. این میشه F1/0، یعنی F که Q1/Q0 وارد میکنه. یه نیرو هم اینجا هست، عکس العملش هم اینجا هست، ولی ما اینو نمیخوایم. ما میخوایم برایند نیروهای وارد بر Q0 رو رسم کنیم. الان اینجا طبق قانون سوم نیوتن یه نیرو 1/0 هست، یه نیرو 0/1 هم هست، ولی ما این رو رسم نمی کنیم. فعلا میخوایم برایند حساب کنیم. این دوتا نیرو که برایند نمیشن، بر دو جسم. میخوایم برایند نیروهای وارد بر این رو حساب کنیم. خب این Q1. Q2 کجاست بچه ها؟ سمت چپ. Q2 اینجاست. بازم مثبت. فقط Q4 منفی گرفتیم اینجا. خب اینا هم همدیگه رو دفع میکنن. پس یه نیرو اینور وارد میشه، حالا اندازش کاری نداریم. F2/0. F که Q2/Q0 وارد میکنیم. بعد Q3. Q3 هم دفعش میکنه. یعنی مثلا ما Q3 رو اینجا بگیریم. طبق شکل خوده. این شکل کتابتون هم هست که من رو بردم داخل جزوه. این هم دفعش میکنه. میشه F3/0. Q3/Q0. خب مونده فقط چی؟ Q4. Q4 رو اینجا گذاشتیم. منفیه. خب Q4 Q0 رو جذب میکنه. پس F4/0 اینه. البته گفتم یه نیرو جاذبه هم ولی بر Q منفیه وارد میشه که با اون رو رسم نمیکنه. الان ما بر بار Q0 4 تا نیرو وارد شده. برایند اینا میشه نیروی خالص وارد بر بار Q0. خب البته تو کتاب شما، تو کتاب شما و کتاب 12 فقط الان میگم خانم آلبوخ بشه، فقط حالتهای همراستا و عمود برهم رو بررسی کردن، ولی خب شکل کلش متوازی الاضلاعه. کجا متوجه نشدی خانم آلبوخش؟ من اگه بخوام رابطه برداری بین اینا بنویسم، این برداره، این برداره، اینم برداره، اینم برداره. اف کلمون که حالا مثلا اف تی بذاریم، اف آر بذاریم، اف تی، اف برایند میشه برایند برداری همه اینا. یعنی F1، F2، الاخر هر چند تا باشه. الان اینجا 4 تاست مثلا. F3، F4. دو تا ممکنه باشه، ممکنه 5 تا باشه. اصلا ما از فرمول برداریش استفاده نمی کنیم خانم آبادی. ما فقط حالتهای عمود برهم و همراستا بزرگی هاشون رو حساب می کنیم. ولی شکل کلیشو گفتیم الان اینجا. الان گفتیم که اگر مثل مسئله قبلی فقط Q1 و Q0 بود، خب هم یه نیرو بود. اگر Q2 هم باشه دو تا نیرو میشه. درست شد؟ حالا من یه مثال دیگه میزنم. اینو پاک کنم چون شکلو که داریم داخل جزء بخ. ببین مشکل شما اینه که شما بردارا رو نخوندید و متاسفانه تو کتابای نظام قدیم سال دوم دبیرستان برداره مفصل بررسی میشد، بعد بچه ها ازش استفاده میکردن. الان برداره تو کتابا دست گریخته اشاره کرده، ولی من میگم که شما تو دوره راهنمایی داشتید که مثلا بردارها رو با هم برایند بگیریم به روش مثلث و به روش متوازی الاضلاع. الان از همو استفاده میکنیم. بله سال هشتم دقیقا من اون دفعه هم گفتم چون پسرم تازه از راهنمایی اومده دبیرستان، دقیقا من همین چیزای راهنمایی رو حداقل الان تو خاطرم هست. درست شد؟ خب ببینید
اگر ما یه جسمی داشته باشیم، اصلا بحث الکتریسیته هم نیست. اگه یه نیرو بهش وارد بشه، خب میتونیم بگیم F مساوی ما. درست شد؟ این مال کلاس مثلا نهمه. اگر دو تا نیرو وارد شد، F1 مثلا F2 مخالف باشه، خب میگیم F1 منهای F2 دیگه، مثلا 100 نیوتن این ور 20 نیوتن این ور، خالص میشه 80 نیوتن. میگیم F1 منهای F2 مساوی ما. بعد به جای F1 منهای F2 میتونیم بذاریم نیروی خالص F net. خب این نیروی خالص برایم به این دوتاست. خب همیشه که نیروها هم راستا نیستن، اگه دوتا نیروی عمود بر هم بر یه جسمی وارد شدن، اون وقت چطوری برایندش رو حساب کنیم؟ براینده اینا رو تو راهنمای خوندید که میام یه متوازی الاضلاع تشکیل میدیم، اون متوازی الاضلاع قطرش میشه برایند، البته قطری که مثلا اف تی اف کل توتال، قطری که از مبدا دو تا نیرو رسم میشه. بعد میتونیم بگیم اف تی مساوی ام آ یا اف خالص مساوی ام آ. ما هم از این به بعد در این بحث الکتریسیته با این بردارا کار داریم. به خاطر همین بچه ها من بردارا رو آوردم داخل این در واقع کادری که صفحه 15 میبینید. نگاه کنید، اگه ما دو تا بردار در حالت کلی داشته باشیم، این رابطه هاشو دیگه باید بلد باشیم. الان ما رابطه ها رو منظورم اینه که الان داریم بهتون میدیم یادش بگیرید، نه اینکه از قبل بلد باشیم. شماها که نخوندین الان من زحمت کشیدم براتون گذاشتم دیگه. بله قانون کوسینوس هست. بله دیگه الان ببینید، الان من آوردم تو کادر، کتابتونم تقریبا آورده، ولی من شکل کلیشو اضافه کردم، این شکل کلیه رو اضافه کردم. اگر ما این چیزی که داخل دوزه است دارم توضیح میدم، اگر دوتا بردار داشته باشیم، یکی مثلا حالا نیرو، مثلا اینجا ما نیرو گفتیم، نیروی F1 و نیروی F2، اون بالایی رو داشتیم F2، خب یا این F1 این F2، یا اصلا این شکلی باشه فرقی نمی کنه. اگه بخوایم نیروی خالص رو به دست بیاریم، میخوایم نیرو براینده به دست بیاریم، کافیه متوازی الاضلاع رو کامل کنیم، یعنی از انتهای این به موازات این بکشیم، از انتهای این هم به موازات هم. اینجا همینطور ببینید، خب قطری که از ابتدای دو نیرو رسم میشه اینو پیدا کنیم، رسمش کنیم، این میشه اف تی، این میشه نیروی کل. حالا اینجا قطر کوچیکه، از اینجا قطر بزرگ است، فرقی نمیکنه، به زاویه بستگی داره. درست شد؟ حالا اندازه اف تی از چه رابطه‌ای به دست میاد؟ از این رابطه است، اف تی به توان دو، اف یک به توان دو به اضافه اف دو به توان دو به اضافه دو برابر اف یک اف دو. تا اینجاش اتحاد بچه ها، درسته؟ اف یک به توان دو اف، مثلا ای به توان دو بی به توان دو دو ای بی، تا اینجاش اتحاد اوله که کلاس نهم دهم خوندید. حالا یک کوسینوس هم بذارید کنارش، تمام شد. برای حفظ کردنش چیز خاصی نداره. بنابراین ما از این به بعد با براینده نیروها کار داریم. کتابتون این حالت کلیه رو نگفته، حالت عمود برهم رو گفته. خب حالت عمود برهم یعنی اگر F1 و F2 عمود باشن، یعنی مستطیل باشه. اگه مستطیل باشه، خب تتا میشه 90 درجه، کوسینوس تتا میشه 0، بنابراین جمله آخر 0 میشه، میشه اف تی به توان 2 اف 1 به توان 2 اف 2 به توان 2. این برای حالت عمود برهم، کتابتون این حالت رو گفته، عمود برهم رو گفته. خب من حالتهای خاص رو کلن پایین آوردم، عمود برهم هم داخلش هست. نگاه کنید، اگر دو نیرو هم جهت باشند جمع میشن F1 F2، اگر دو نیرو در جهت مخالف باشند منها میشن، چون نمیدونیم
پارسال. نه پارسال دو برابره. خب اون منفیه، آره اون منفی تو ریاضی منظورت هست دیگه، درسته خانم جنانی؟ تو ریاضی داری میگی؟ بله. ببین خانم جنانی، تو ریاضی الان توضیح میدم، تو ریاضی ما مثلا F1 F2 رو داریم، اینو میخواییم، این یکی زل رو میخواییم، اون وقت باید منفی بذاریم. تو ریاضی ما قطر این قطره رو نمیخواییم، این یکی قطر رو میخواییم. قطری که از ابتدای دو نیرو رسم میشه اونو میخواییم، میشه منفی. ما تو فیزیک فعلا با اون کاری نداریم، درست شد؟ خب پس اینجا مثبته، مطمئن باشید که این مثبت. حالا ما تو فیزیک گفتم ما این قطره رو میخواییم، اگه این یکی قطره رو بخواییم که دوتا در واقع سر فلش ها رو به هم دیگه وصل میکنه، اون وقت منفی باید بذاریم، اون برای تفاضل بردار هاست. خب پس این مثبته. خب حالا نیروهای همجهت که معلوم شد، مخالف الجهت معلوم شد، عمود بر هم همینطور، هم اندازه یعنی متوازی الاضلاع تبدیل میشه به چی بچه ها؟ خواهش بکنم خانم جنانی، متوازی الاضلاع تبدیل میشه به لوزی. بله کاملا درسته. خب وقتی تبدیل شد به لوزی، باز این چی میشه؟ این یه رابطه مثلثاتیه. من نمیدونم چقدر مثلثات خوندید، ولی یه گامشو میرم جلو. اگه هم اندازه باشن لازم نیست شما اینو بنویسید، ولی چون یکی از دوستاتون پرسید من توضیح میدم. اگه هم اندازه باشه میشه FT به توان دو. خب این F1 به توان دو، اینم F1 به توان دو، میشه دو تا F1 به توان دو. اینم F1 دیگه، دوباره میشه F1 به توان دو، دو تا F1 به توان دو کوسینوس تتا. بعد میتونید از دو تا F1 به توان دو فاکتور بگیرید، میشه یکی به اضافه کوسینوس تتا. اگه تبدیلات کوسینوس رو بلد باشید میتونید این رابطه رو اثبات کنید. بله فرقی نداره مثبت یا منفی باشه خانم سالی، ولی ما مقدار رو میخوایم مثبت باشه، چون ما بحثمون رو مقدار نیرو همش، و بعد اینو میخوایم تو قانون کلون بذاریم یا استفاده کنیم، باید مقدار نیرو رو میخوایم. بنابراین خب بعد این یکی به اضافه کوسینوس تتا یه فرمولی هست که گفتم جز بحث شما نیست. یکی به اضافه کوسینوس تتا میشه دوتا کوسینوس تتا دوم، کوسینوس به توان دو. این یه رابطه است در مثلثات، اگه نخوندید که دیگه من نمیتونم کاری کنم. شما به جای یکی به اضافه کوسینوس تتا اینو بذارید، یه دو میاد داره دو ضرب میشه، همه شون مربعه کاملا جذب میگیرید، میشه اون رابطه ای که برای شماره 4 برای نیروهای هم اندازه دادیم. گفتم این اثباتشو نمیخوام، ولی خب این اثبات مثلثاتیه، یعنی شما ریاضیتون رو باید قوی باشه که بتونید اثبات کنید، و ما هم قطعا اینو از شما نمیخوایم، تو کنکور هم از شما نمیخوایم، بنابراین نمیخوام. بنابراین کافیه فقط رابطه رو حفظ کنید، رابطه نیروهای هم اندازه رو حفظ کنید. تو کلاس 12 اون تفاضل رو هم میخوایم بعد، ولی الان نه، الان نمیخوام. خب نیروهای هم اندازه حالت خاص دارن، زاویه 60 درجه، 60 درجه که باشه بعد به جای تتا میذاری 60، 60 تقسیم بر 2 میشه 30، و بنابراین میشه رادیکال 3 F1. اگر عمود بر هم باشه به جای تتا میذاری 90، 90 تقسیم بر 2 میشه 45، رادیکال 2 دوم میشه کوسینوسش و اون رابطه به دست میاد. اگه 120 هم باشه 120 به 2 میشه 60، بعد کوسینوس 60 درجه 1/2. یعنی فقط یه حالت خاص داریم بچه ها که دوتا نیرو هم اندازن، اون حالت آخریه. دوتا نیرو هم اندازن اینطوری، ببخشید زاویه 120، دوتا نیرو هم اندازن اینجا میبینید دیگه. آره خب اگه اینطوری باشه زاویه 120 درجه دوتا نیرو هم اندازه، ببینید برایند هم شکل هم نشون میده که با هم دیگه برابرن،
یعنی این با هم دیگه برابر میشن. F2 با F1 F2 برابر میشن. شرطش چیه؟ F1 F2 هم اندازه باشن، زاویه بینشون 120 درجه باشه. حالا نیروهای هم اندازه مثال دیگه زدید. یعنی چی؟ منظورتون؟ بعد از اینه؟ تو مسئله ها کجا مثال زدن؟ 24. بله 24 همینه، همین توضیح دادم دیگه. آه 24، 20 ببخشید 34. آه اونم میگم باشه. ببینید وقتی نیروها هم اندازن میشه 2F1 کوسینوس تتا 2. یه حالتهای خاصی داره که ما اینجا نوشتیم. حالت خاص اولش اینه که تتا 60 درجه باشه. خب 60 به 2 میشه 30، بنابراین FT میشه 2 تا F1 کوسینوس 30 درجه رادیکال 3/2. دو رو با دو ساده کنید میشه رادیکال 3F1. این قسمت A. 4A. 4B گفتیم 90 درجه باشه. تتا 90 درجه. خب FT میشه 2F1. کوسینوس 92 میشه 45. کوسینوس 45 رادیکال 2/2. باز 2 با 2 میره میشه رادیکال 2 برابر F1. خب حالا حالت سوم تتامون 120 درجه است. این با شکل بود، حالا با رابطه FT 2 تا F1 120 تقسیم بر 2 میشه 60. کوسینوس 60 درجه میشه 1/2. بنابراین میشه همون F1. 2 با 2 میره، FT با F1 برابره. خب F2 هم با F1 برابره چون کلا نیروها هم اندازن. بنابراین F1 و F2 یکی هم، FT با F1 F2 با هم دیگه برابر میشن. این بحث بردارها رو شما دارید، هر وقت هم مشکل پیدا کردید برمیگردید دوباره نگاهش میکنید. خب الحمدلله که متوجه شدید خانم آبادی. بریم سراغ صفحه بعد و کم کم مسئله هایی که سه تا بار هستن اینا رو شروع کنیم. مسئله اول مال امتحان نهاییه. میدونید که بچه ها قبلا بحث الکتریسیته تا چند سال پیش مال کلاس سوم دبیرستان بود و سوم دبیرستان کل امتحاناتش نهایی بود. حالا الان که شرایط کرونا هست من نمیدونم، ولی تو شرایط عادی مال دهم یازدهم هم بعضی وقتا یکی دو تا امتحانشون استانی میشه، هماهنگ میشه. حالا اینا هم سوالای روتینی هم که تو امتحانات نهایی و هماهنگ میدن. من سعی کردم یکی دو تا سوال از اینا هم بیارم از امتحانات نهایی. خب من اینا رو پاک کنم، شکلش رو رسم کنم. سوال 29. بچه ها بردار یکه رو که میدونید چیه؟ لازم توضیح بدم بردار یکه. باشه من صحبت میکنم، الان داره ضبط میشه، البته مدرسه شاید بفرسته نمیدونم. ولی من خودم با پاورپوینت اینا رو دوباره تدریس میکنم براتون. البته همه این مسئله ها رو نمیشه حل کرد با پاورپوینت و به خاطر همینم من وقتی بیام این قسمت مثلا قانون کلون رو پاورپوینت کنم ممکنه از مثلا 10 تا مسئله 6 تا 7 تا 5 تاش حل کنم که اونایی که شبیه همن یکیشون حل کنم، زمان زیادی نگیره و حجم زیادی هم نباشه. خب بردارای یکی بچه‌ها میدونید که یکی از استادم گفتن ما دستگاه مختصات رو وقتی میخوایم بردارا رو رسم کنیم یا نشون بدیم دو تا بردار واحد، بردار یکی، یکی بردار آی در جهت محور ایکس و یکی بردار جی در جهت محور وای داریم. طولشون یک واحده، جهتشون هم جهت با
محور در جهت مثبت محور. البته اگه سه بعدی باشه در جهت زد هم داریم، اونم با کای کوچیک نشون میدیم. بنابراین فعلا نداریم ما تو بحث کلاس 11 سه بعدی نداریم. خب بیشتر سه بعدی ها به رشته ریاضی هم و حالا هندسه تعلیمی میخونن، ما برای کلاس 12 همش. خب حالا این سواله رو محور X سه تا بار مشخص کرده. محور X Q1 Q3 Q2 کلش 20 سانتی متره. بعد گفته وسط، یعنی هر کدوم از اینا میشن 10 سانتی متر، چون گفته Q3 وسطه، پس این 10 سانتی متر اینم 10 سانتی متر. درست شد؟ خب Q1 مثبت 4، Q2 منفی 6. بارا من اینجا ننوشتم که خیلی شلوغ نشه، میخوام نیرو رو رسم کنم. با رسم شکل جهت بردار نیروی الکتریکی برآیند وارد بر Q3 که اونم مثبت 1 میکروکولونه مشخص کنیم. مثبت 1. خب ما از یه مسئله ساده آوردیم اول، به خاطر که بردارها مرور بشن یه مسئله ساده آوردیم. ببینید بچه ها، نیروهایی که بر کیو سه وارد میشه دو تا نیرو هم دیگه، درسته؟ شما میدونید دو تا نیروه، یکی نیروی کیو یک بر کیو سه، من دیگه اف یک سه نمیذارم، اف یک میذارم. خب این مثبت، این هم مثبته، پس دفع میکنم به این صورت اف یک، درست شد؟ اف یک بر سه دیگه، شروع قشن میکنم همون اف یک میذارم، خواستیم اف یک سه بذارید، فرق نمی کنم. خب مسئله اوله اف یک سه بذارید، بقیه رو ساده تر میشه. کیو دو چی؟ کیو دو منفیه، کیو سه رو جذب میکنه، بزرگتر بکشه میاد کوچیکتر، بزرگتر، درسته؟ خانم اکرامی عجله نکن. این هم بذارم اف دو بر سه. خب الان پس معلوم شد که نیروهامون هم جهت هم. یعنی Q1 Q3 رو دفع کرد، Q2 Q3 رو جذب کرد، بعد اینا هم هر کدوم دوتا نیرو وارد میشه، بعد این هم اینطور، ولی ما نخواستیم اونا، مسئله فقط نیروهای وارد بر Q3 رو خواسته برایندشون. خب الان دوتا نیرو رو حساب میکنیم و با هم دیگه جمع میکنیم، چرا؟ چون هم جهت هم. خب F یک بر سه میشه کا کیو یک کیو سه آر دو، درسته؟ خب کا رو همون 90 میذاریم، کیو یک کیو سه چهار ضربه در یک، نیا کنی عدادش هست، چهار ضربه در یک، فاصله 10 سانتی متر، به توان دو میشه 100. خب میشه چقدر؟ این صفر رو که با این بزنیم 9 4 تا 36 تقسیم بر 10 میشه 3 و 6 دهم نیوتن. این اف 1 سه. اف 2 بر 3 کا کیو 2 کیو 3 و آر 2 90 ضرب در کیو 2 کیو 3، باید اینجا قدر مطلق بذاریم، 6 ضرب در 1، فاصله هم 10 سانتی متر، توان 2 میشه 100. خب باز یه صفر رو بزنیم، 9 6 تا 54 به 10 میشه 54 دهم نیوتن. حالا اف تی چقدر میشه؟ اف تی میشه اف 1 به اضافه اف 1 سر اضافه اف 2 سر، چون هم جهتن، 3 و 6 دهم به اضافه 54 دهم میشه 9 نیوتن. خب من نیرو نونیوتن رسم نکردم، اگه بخوام رسمش کنم یا رو همین شکل با رسم کنم یا بیام یه شکل دیگه بکشم، کیو سه رو اینجا بذارم
بعد حالا نیروی افکتیو اون اینه نو نیوتن درست شد؟ خب حالا قسمت بی گفته این نیرو برایم در حس بردار یکی بنویسید خب خیلی راحته دیگه چون نیروی برایند جهتش با محور X هم جهته پس قسمت B اینطوری هم اینجا می نویسم FT بردار FT میشه 9 تا I چون هم جهت با محور X هست اگه خلاف جهت محور X بود منفی 9 تا I می داشت این محور X هست این سیاه محوره اینم که نیرو مونه چون نیرو هم جهت با محور X هست برای آی نوشتیم دیگه J نداره و چون هم جهت مثبت نمیشه اگه نیرو سمت چپ بود جهتش میشه منفیه مثلا 9 آی با توجه به جهتش نیرو رو بله خب این یه مسئله ساده بود برای شروع حالا یکم جلوتر که بریم باز مثلا اون سخت‌تر میشه بله خانم کریمی الان توضیح میدم از اول توضیح بدم دیگه درسته خب ببینید بچه ها قسمت بی رو باشه همه رو میگم از اول همه رو میگم ببینید ما سه تا بار داشتیم رو محور ایکس بعد مسئله با ما گفته برایند نیروهای وارد بر کیو 3 رو رسم کن بعدم گفته بر اساس برداری که حسابش کن بر اساس برداری که بنویس خب ما اول میایم تک تک اصلا کاری به کیو 2 نداریم میگیم کیو 1 کیو 3 رو چیکار میکنه دفع کنه چرا چون هر دو مثبتن پس اف 1 بر 3 میفته سمت راست کیو 2 کیو 3 رو چیکار میکنه جذب میکنه چرا چون این منفی کیو 2 و کیو 3 مثبته حالا چون فاصله های یکسان بود و کیو 2 بزرگتر از کیو 1 بود من نیروش هم بزرگتر کشیدم بعدم کلید بزرگتر به دست اومد حالا اگه بزرگتر هم نکشیم اشکال نداره ولی بهتره که مقیاس همون هم درست باشه خب F1 3 نیروی که 1 بر 3 وارد میکنم 1 بر 3 فاصله هم 10 سانتی متر عدد گذاری میکنیم Q1 Q3 کار که شد 90 Q1 Q3 هم 4 و 1 R هم که 100 10 به تمام دو میشه 100 صفرها رو که ساده کنیم یه دونه صفر رو 9 ضرب در 4 میشه 36 تقسیم بر 10 36 تومن اینجا هم باز بین 2 و 3 همون اعداد رو میذارید میشه 5 و 14 بعد چون نیروها هم جهتن ببینید از شکل معلومه با هم دیگه جمع میکنیم اون حالت اوله تو حالت خاص حالت اوله جمعشون میکنیم میشه 9 نیوتن خب گفته بر اساس بردار یکی بنویسید قسمت بی خب وقتی بر اساس بردار یکی بخوام بنویسید با ببینید نیرومون در جهت محور ایکس یا محور وای یا بعضی وقتا زاویه میسازه باید در اصل آی و جی بنویسیم خب الان ما نیرون در جهت محور ایکس بلن 9 نیوتنه یعنی اندازش 9 جهتش آی هم جهت با محور ایکس پس این آی در واقع نیرو رو بزرگ و کوچیک نمی کنه فقط جهتش رو نشون میده نشون میده که الان چون مثبت آی هست هم جهت با محور ایکس اگه اینجا منفی بذاریم یعنی نیرون خلاف محور ایکس که الان نیست خب این هم سوال 29 بریم سوال بعدی دیگه اگه اجازه بدید بریم سوال 30 خواهش می‌کنم وقت بذارید بچه همیشه برای مسئله ها برای حل مسئله ها هیچ نگران شما الان به وقتی داری یه مطلب رو ابتدا به ساکن یاد میگیری نگران این نباش که زمان زیادی گذاشتی برای یه مسئله هیچ اشکالی نداره
ولی یادش بگیر بعد برو مسئله بعد. یعنی شما حتما مشاوراتون هم اگه داشته باشین بهتون گفتم اول وقتی یه مطلب میخونی اول باید خوب یاد بگیری، یعنی در واقع اول بیس مطلب رو یاد بگیری، پایه ها رو قوی کنی، بعد که تسلط پیدا کردی اون وقت میایستی رو سرعت عمل کار میکنی. یه دفعه شما مثلا امروز این بحث رو خوندی بخواهی امشب بشینی 10 تا تست تو 15 دقیقه بزنی قطعا کار سختیه، ولی امشب تو همون 15 دقیقه دو تا تست رو یاد بگیری کافیه و طوری باشه که مطلب رو خوب یاد بگیرید. بعد وقتی خوب یاد گرفتید زمان اصلا کاری هم به بقیه نداشته باشید. ببینید شما خودتون رو در نظر بگیرید. حالا من همیشه وسط کلاس هم بعضی وقتا توصیه های اینطوری دارم، بعضی از ما، من، شما، همه اینطورن، بعضی همون باید یه مطلب رو دو بار بخونیم یاد بگیریم، بعضی هم نه، یه بار میخونن خیلی سریع میگیرن. متفاوتیم دیگه با هم دیگه، انسان ها با هم دیگه متفاوتن، گیرایی متفاوته. بنابراین ممکنه یه شخصی یه مطلب رو لازم باشه سه بار بخونه یاد بگیره. اصلا یه مطلب ممکنه بخونی کل مطلب جا نیفته، ولی اصل محور اصلی مطلب رو یاد بگیری، بری بعدی بخونی نکته های اینا یاد بگیری. ولی خب وقتی مسئله حل میکنی زود از مسئله نگذرید، یعنی اگه تو مسئله یه نکته هست نکتهش رو خوب یاد بگیری. بله به صورت آفلاین من هر هفته حتما یه کلیپ براتون آپارات میذارم مثل این قبلیه. این قبلیه خب بیشتر قسمت های توضیحی بود، از این به بعد بیشتر حل مسئله است. از همون قانون کلون شروع میکنم، به صورت انتخابی از جزوتون مسئله های مهمترش رو حل میکنم و میفرستم براتون. قطعا همینطوره، مطمئن باشید. اینجا شما سعی کنید یاد بگیرید، اون کلیپ ها رو من میفرستم بیشتر یاد میگیرید. مهم اینه که بخواید بچه ها تلاش کنید، خودتون اراده کنید بخواید تلاش کنید. خب سوال سی، در شکل زیر سه بار نقطه‌ای همنام. ببینید سه تاشون مثبتن یا سه تاشون منفین. وقتی همنامه سعی کنید همه رو مثبت بگیرید، راحت تره. وقتی مسئله اجبار نکرده که منفی یا مثبت، شما هر سه تا رو مثبت بگیرید راحت تره. در جای خود ثابت شدن، اگر بزرگی براینده نیروهای الکتریکی وارد بر دوباره Q1 و Q3 با هم برابر باشند، Q1 به Q3 کدام است؟ نسبت بارها رو میخواد. خب من اول شکل رو رسم کنم، Q1 Q2 Q3. فاصله رو اینجا گذاشته A، اینجا 2، حالا یا مثلا X و 2، این فاصله دو برابره، این هرچی باشه برد نمیکن. خب حالا نیروها رو ببین چی خواسته از ما. گفته بزرگی برایند نیروهای الکتریکی وارد بر بار Q2 با بار Q3 برابره. ببینید اصلا ما الان نیروهای وارد بر Q2 رو رسم نمی کنیم. چرا؟ چون مسئله بحثش رو Q1 و Q3. خب اول بیان نگاه کنیم، بر Q1 دو تا نیرو وارد میشه، یکی Q2 وارد میکنه، یکی Q3. دو تاشون هم دفعش میکنن، چون کلا همه بارها هم مثبتن. پس Q2 Q1 رو دفع میکنه، F2/1 مثلا. Q3 هم Q1 رو دفع میکنه، حالا من اینو بزرگتر بشینم، میتونم کوچیکتر بشینم، F3/1. می‌بینید الان براینده نیروهای وارد بر Q1 چی میشه بچه‌ها؟ FT/1 میشه F2/1 به اضافه F3/1. تا اینجا که مشکلی نداره. بر Q1 دو تا نیرو وارد شد، یکی Q2 دفعش کرد، Q3 دفع کرد، دو تا نیرو هم جهت شدن برایند نیروهای وارد بر Q1 دیگه نمیستم دیگه، برایند نیروهای FT1 نمیستم، FT1 برایند نیروهای وارد بر Q1. خب Q2 رو که نمیخوایم، بریم Q3. یه بار Q2 دفعش میکنه، مثلا میشه F2 2-3
کیوز یک هم دفعش میکنن. خب من مقیاس نیروها رو فعلا خیلی دقیق نکشیدم. F1 بر 3 خب اینجا الان من براینده نیروهای والد بر کیو سر بنویسم، یعنی FT والد بر 3 میشه F2 به اضافه F1. درست شد؟ خب الان ما مسئله با ما چی گفته؟ گفته براینده این کیوسه، یعنی با براینده این برابر انظر مقدار، جهتشون مخالفه ولی انظر مقدار برابر. پس میان چیکار میکنیم؟ میان میگیم FT1 مساوی FT3. درست شد؟ خب FT1 میشه F21 به اضافه F3 FT3 F2 بر 3 F1 بر 3. خب حالا چیکار کنیم؟ حالا میان نگاه میکنیم میبینیم که F1 3 داریم، اینجا F3 1 داریم. فرقشون چیه؟ فقط جهتشون. چون بر اساس قانون سوم نیوتن، از اولی که قانون کلون گفتم چند بار اینو تکرار کردم، نیروی که Q1 بر Q3 وارد میکنه با نیروی که Q3 بر Q1 وارد میکنه از نظر اندازه با هم دیگه برابرن. پس ما هم که اینجا بزرگی نیرو رو می‌نویسیم میتونیم اینا رو خط بزنیم، یعنی F3 1 و F1 3 هم اندازن. F1 3 و F3 1 هم اندازن، پس حذف میشوند بر اساس قانون سوم نیوتن. هم اندازن پس حذف میشن. خب چی میمونه؟ F21 F23 F21 بچه ها فرمولش چی میشه؟ F21 میشه K21 یعنی Q2 Q1. فاصله 21 نگاه کنید، فاصله 21 میشه A به توان 2 مساوی. این برن فقط F21 بود، بس شد مساوی. این برن فقط F23 K Q2 Q3. فاصله 2 و 3 چقدر؟ 2 A به توان 2 برسونی میشه 4 تا A2 و 4. درسته؟ خب حالا میان ساده میکنیم، K با K ساده میشه، Q2 با Q2 ساده میشه، A2 هم با A2. درست شد؟ پس میشه Q1 مساوی Q3 چهارم. خب نسبت حالا کدوم خاصه؟ Q1 به Q3 کافیه من اینو یه مخرج یک بدم، جای اون یک رو Q3 رو عوض کنم. ببینید اینو یه مخرج یک میدم، جای اینا رو عوض میکنم، چه اشکالی نداره. تو ریاضی میشه جای این دوتا رو عوض کرد، میشه جای این ضرب داری میشه جاشون عوض کرد. پس Q1 به Q3 میشه 1/4 بچه ها، یعنی گزینه 3. یه بار دیگه کامل توضیح بدید، اصلا بر خانم غزل صالحی حتما توضیح میدم. خب یه دقیقه فرصت بدیم اگه کسی میخواد بنویسه، که 2 دقیقه بعد از اول توضیح میدم. چشم، خودتون یه تمرکز بکنید ببینم کجا رو بیشتر بدید. من از اول توضیح میدم، هیچ مشکلی ندارم، ولی شما هم
خواهش میکنم خانم صالح، شما هر 10 بارم بگید توضیح بده من توضیح میدم. برای همه سوال هم اگر شما بگی آقا دوباره توضیح بده هیچ اشکالی نداره. از نظر من مهم اینه که شما این مطلب رو یاد بگیرید، وارد بشین. هیچ وقت نگران این که چند بار سوال پرسیدید یا گفتین توضیح بده نباشید. خب پس اول یه بار دیگه سوال رو بررسی کنیم. سوال چی گفته بچه ها؟ فرضیات سوال اینه 3 بار همنام داریم روی یه خط، یعنی هر 3 همنام هم پس مثلا ما مثبت میگیریم. فاصله Q1 تا Q2 خودش داده A، Q2 تا Q3 داده 2A. بعد چی گفته؟ فرض اصلی مسئله که با ممکنه بقیه مسئله متفاوت باشه اینه که نیروی الکتریکی وارد بر دوباره Q1 و Q3 با هم برابرند. یعنی چی؟ یعنی برایند نیروهای وارد بر Q1 برابره برایند نیروهای وارد بر Q3. بنابراین باید بیایم هر کدوم از اینا رو چیکار کنیم؟ هر کدوم از اینا رو بنویسیم مساوی قرار بدیم. خب ما چی میدونیم؟ ما میدونیم که وقتی 3 بار داریم بر هر کدوم از بارها 2 نیرو وارد میشه. مثلا بر Q1 2 نیرو. چرا؟ چون یه دونه Q2 وارد میکنن، یه دونه Q3 وارد میکنن. خب چون هر دوشون مثبتن پس هر دو Q1 رو دفع میکنن. درست شد؟ خب حالا برای Q3 هم این اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی Q3 هم مثبته، این دوتا که مثبتن دفعش میکنن. پس الان برایند نیروهای وارد بر Q1 میشه F که 2/1 وارد کرده به اضافه F که 3 وارد کرده. چرا به اضافه؟ به خاطر که با هم دیگه همجهتن. برای Q3 هم این دوتا نیروی که بهش وارد میشن همجهتن، جمع میکنیم F T وارد به دست میاریم. خب حالا مسئله گفتی این دوتا با هم دیگه برابرن، این فرض مسئله است. من همین کار کردم، مساوی قرار دادم FT1 رو و FT3 رو مساوی قرار دادم. بعد که اومدم جایگزین کردم دیدم که یه طرف F3-1 دارم، یه طرف F1-3 دارم. F3-1 با F1-3 چیه؟ هم اندازه است. درست شد؟ هم اندازه هستن. بنابراین میتونم با هم دیگه خطشون بزنم. دو تا عدد هم، مثلا 5 اینجاست 5 هم اینجا، میتونم خط بزنم. F21 مونه و F31. F21 میشه K Q2 Q1 به A2. ببینید 21 دیگه یعنی Q2 Q1. A از کجا اومد؟ فاصله شون. F23 یعنی بین Q2 و Q3. پس Q2 Q3 گذاشتیم، فاصله شون چقدره؟ 2A. خب اینا رو با هم دیگه خب توان دو رسونیم، شده 4A2. فاصله شون با هم دیگه 2A. خب بعد ساده کردیم Q2 با Q2، K با K، A2 هم با A2. این ور Q1 1 میمونه، این ور Q3 4. بعد جای اینا رو عوض کردم دیگه، میخوام نسبت بنویسیم. تو ریاضی بچه ها وقتی دارید مثلا فرض کن 2/5 مساوی 6/15، الان شما بیا جای اینا رو عوض کن، میشه چی؟ میشه 2/6 مساوی 5/15. هیچ فرقی نمی کنه، 1/3 اینا 1/3 جای اینا رو میشه عوض کرد، جای اینا رو میشه عوض کرد، ولی جا مخرج رو نمیشه عوض کرد. یعنی ضرب در چینا ضریب هم ضرب دری میشه جاهاشون رو عوض کنیم. ما همین کار کردیم، به خاطر که سریع تر به گزینه برسیم همین کار کردیم. بله نمیدونم از تا کجا رو فهمیدیم. بله همون سوال C هستیم دیگه. الان بچه ها گفتن یه بار دیگه توضیح بده، ما هم از اول توضیح دادیم. خب سوال 31 3 بار نقطه ای. Q1 بر Q3 وارد میکنن، Q2 چند میکروکولون هست؟ اینو میذارم برای جلسه بعد، چون یه ذره مثل همینه بچه ها، مثل همینه.
من یه راهنمایی میکنم که شما حل کنید. سوال 31 چون شبیه 30ه میخوام شما حلش کنید که جلسه بعد بررسیش کنیم. در شکل زیر سه بار نقطه قرار دارند. برایند نیروهای الکتریکی وارد بر Q3، یعنی باز دو تا نیرو وارد میشه، هم اندازه نیروی الکتریکی است که بار Q1 بر Q3 وارد میکنند. یعنی برایند نیروهای وارد بر Q3 برابر F2-3 است. یعنی یکیشون این شکلیه، برایند که میشه F2-3 F1-3 مساوی F2-3. فقط اینجا رو مثبت منفیش باید بس کنیم، چون اونجا دیگه نگفته هم جهتن. تو سوال 31 نگفته Q2 مثبت یا منفیه، داخل گزینه هم مثبت داریم هم منفی، بنابراین باید روش بس کنیم. ولی خب معلومه همینطوری. تو سوال بعدی گفته F2-3 و F1، من اینجا علامتشو بردارم، مثلا یا مثبت یا منفی باید باشه، برابر F2-3. درست شد؟ خب اگر این مثبت باشه، خب F2-3 با F1 میره، یعنی خود با خود اینجا شما باید بدونید که F1-3 اینجا F2-3 باید بذارید و منفی بذارید. یعنی چی؟ یعنی F1-3 منهای F2-3 برابر F2-3، غیر از این هیچ راهی نداره. هر کار دیگه انجام بدید شما چون گفته برایند نیروهای وارد بر C، پس یه F2-3 داریم یه F1-3. اگر این بر F2-3 مثبت باشه، خود به خود با این بر میره، یعنی اون یکی نیرو صفر میشه، در صورتی که مسئله گفته بار وجود داره، Q2 صفر نیست، گزینه ها همینطوره. بنابراین یه چنین رابطه ای بنویسید، F1-3 منهای F2-3 مساوی F2-3. کافیه اینو بیارید این طرف، بارها رو جایگزین کنید، مسئله حل میشه، فاصله هم مساوی هستن. درست شد؟ منفی به خاطر اینکه خانم جنابی اگه من اینجا مثبت بذارم، خب F1-3 به اضافه F2-3 میتونه برابر F2-3 باشه؟ مثلا من بگم X به اضافه 5 مساوی 5، خب فقط X میتونه 0 باشه، در صورتی که اینجا 0 نیست، اینجا Q2 وجود داره، پس Q1 وجود داره، پس F1-3 0 نیست، بنابراین نمیتونه اینجا مثبت باشه، حتما باید منفی باشه. خب سوال بعدی هم که نیروهای عمود برهمه، بس انشالله این هم خودتون حل میکنید برای جلسه بعد و دیگه ادامهشو میداریم برای جلسه آینده. اشکالای این جلسه‌تون هم اگه بود باز میتونید تو واتساپ بپرسید، من جواب میدم. ضمن اینکه باز یه چند تا از این مسئله ها رو به صورت کلیپ براتون آماده میکنم، آفلاین براتون میفرستم. خسته نباشید، خدا نگهدار. میگم حالا همه که ما میگم خسته نباشید، نمیذارم من اینو